تصویر جدیدی از رقص زیبایی هنگام خواننده مشهور کشورمون در مراسم عروسی دخترش. دوستان عزیز به کانال هاشی مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم هنگام در شب عروسی دخترش قوقایی به پا کرد. او در مراسم ازدواج دخترش از شور و شوق و ذوقی که داشت قیامتی به پا کرد. سوگن یگان فرزند هنرمند خوب کشورمون خانم هنگام است. خانم هنگام از سالهای پیش، از زمانی که سوگند هنوز کوچولو بود، برای این شب رویایی برنامه‌ها و نقشه‌هایی کشیده بود. خانم هنگام که شرایط سختی رو پشت سر گذاشته بودند و سالها به دور از همسرشون، یک مادر مجرد بودند که به همراه دخترشون به تنهایی در امریکا زندگی کردند، در نهایت شب ازدواج دخترش نه تنها برای دختر و داماد او یک شب رویایی بود، بلکه برای خانم هنگام هم بعد از سالها یک شب فوق‌العاده رویایی بود که او حتی در خواب هم تصور نمی کرد که این شب عروسی یک شب عروسی عاشقانه حتی برای خود او باشه. خانم هنگام در مراسم ازدواج دخترش افتخار این رو داشت که خودش بخونه و به همراه کامران و هومن، که آنها هم به طور افتخاری در مراسم ازدواج سوگند دختر خانم هنگام حضور داشتند، با هم قیامتی روی صحنه به پا بکنند و همه رو به رقص در بیارن. رقص زیبای خانم هنگام در مراسم عروسی دخترش شکار لنز دوربین ها شد. اجرای زیبای هنگام در مراسم عروسی دخترش و رقص احساسی عروس و پدرش همه رو شوکه کرد. بسیاری از هنرمندان ایرانی مقیم امریکا در مراسم عروسی دختر هنگام حضور داشتند. آقای هنری، آرایشگر مخصوص هنرمندان که عروس رو در واقع میکاپ کرده بود و همچنین خانم هنگامه رو آرایش کرده بود و خانم هنگامه از او تشکر کرد. آقای هنری در این مراسم به همراه همسرشون حضور داشتند و کامران و هومن و بسیاری از دوستان نزدیک خانم هنگامه هم در این مراسم حضور داشتند. خانم هنگامه بعد از مدت‌ها همسرش و دخترش رو با هم در کنارش داشت و این شب یک شب رویایی و احساسی برای او و دخترش بود. هنگامی عزیز سالها تلاش کرد تا به این جایگاه برسه. او که در جوانی ازدواج کرد و ازدواج او به طور زود هنگام بود، در نهایت صاحب دختری به نام سوگند شد که برای او آرزوهای فراوان داشت. او استعداد فراوانی در عرصه خوانندگی داشت و همین باعث شد که به تشویق پدرش به کلاس‌های خوانندگی در تهران بره. اما این کلاس ها به طور زیرزمینی بودند و او در ایران برای خودش مکانی رو، جایگاهی رو ندید که بتونه استعداد خودش رو بیشتر شکوفا بکنه. در نهایت تصمیم به مهاجرت گرفت. او برای مهاجرتش عذاب سنگینی رو تحمل کرد. او در قسمتی از مصاحبهش اعلام کرد و گفته وقتی که میخواستم مهاجرت بکنم در ترکیه به هم تجاوز کردن و این برای من یک شرایط خیلی اسفناک بود. من خیلی عذاب کشیدم و وقتی که اومدم آمریکا اصلا شرایط خوبی نداشتم، نه از لحاظ روحی، نه از لحاظ مالی و نه از لحاظهای دیگه، اما امیدوار بودم و میدونستم که با تلاش همه چیز درست میشه. خیلی وقتا من هم مثل بقیه روحیم رو از دست میدادم و افسرده میشدم، اما به خودم میگفتم کسی نیست که بهت کمک بکنه و باید تو بتونی که امیدوار بشی و همچنان تلاش بکنی. در امریکا شانس اینو داشتم که با رامین زمانی آشنا بشم و در نهایت باهاش همکاری بکنم و قسمتی از موفقیتم رو مدیون رامین زمانی هستم. رامین خیلی به هم کمک کرد. او یکی از آهنگسازهای مشهور در امریکا هستش و خب ارتباطات بسیار نزدیکی با هنرمندان و با خواننده‌های مشهور ایرانی در امریکا داره
و من الان به این جایگاه رسیدم، در گذشتم بابتش خیلی تاوان دادم. سوگندم هر روز بزرگتر و بزرگتر شد و برای او برنامه ها و نقشه های کشیدم. همه ی آرزوم این بود که سوگند عزیزم درس بخونه، فارغ التحصیل بشه و در نهایت صاحب همسر خوبی بشه. در نهایت هم همین طور شد. سوگند عزیزم عشقش رو پیدا کرد و در نهایت بعد از مدتی دوستی با دوست پسرش، شوهر فعلیش بهش پیشنهاد ازدواج داد و در نهایت این دو با هم ازدواج کردند. خانم هنگامه مدتی پیش مراسمی به عنوان برایدال شاور رو برای دخترش ترتیب داده بود که یک هدیه لاکچری هم به دامادش تقدیم کرد. هدیه لاکچری خانم هنگامه به دامادش که همه رو در این مراسم شگفت زده کرد، یک هدیه بسیار با ارزشی بود، چرا که خانم هنگامه با عنوان یک خواننده مشهور در عرصه بین الملل در بین فارسی زبانان و ایرانیان یک آهنگ اختصاصی رو برای دامادشون خوندن و این آهنگ منتشر شد و این هدیه اختصاصی و لاکچری خانم هنگامه بود که به دامادشون تقدیم کردن و دامادشون هم شگفت زده و ذوق زده شدند. هنوز جزئیاتی از این که داماد خانم هنگامه چیکار است و شغلش چیه و اصلا ایرانی یا آمریکایی به دستمون نرسیده، اما بر حسب تصاویری که منتشر شد، ایشون در مراسم برایدال شاور که چند ماه پیش خانم هنگامه برگزار کردند، در واقع دامادشون به زبان فارسی با لهجه آمریکایی صحبت می‌کردند که در واقع کاشف به عمل اومد که دامادشون ایرانیه. البته از قد و قامت و چهرهشون هم کاملا واضح هستش که دامادشون ایرانی هستش که احتمالاً از سالهای دور خانوادهشون در امریکا زندگی می‌کردند. و در نهایت شب آرزوهای هنگامه دوباره باز هم با هدیه لاکچری دوم هنگامه، این بار به دخترش و دامادش در مراسم عروسیشون تقدیم شد و این هدیه لاکچری اجرای اختصاصی هنگامه به همراه کامران و هومن در مراسم عروسی دخترش سوگند بود. خانم هنگامه در این شب حسابی رقصید و در واقع واقعا شب عروسی دخترش رو به همراه عزیزانش و دوستانش جشن گرفت. دوستان عزیز، نظرتون راجع به خانم هنگامه و اجراش و صداش چیه؟ آیا شما هم جز علاقمندان هنگامه عزیز هستید یا خیر؟ آیا به نظر شما صدای گوگوش خوبه، صدای شهره خوبه یا صدای هنگامه؟ آیا اصلا هنگامه میتونه مثل گوگوش موفق بشه و آیا میتونه بیشتر پیشرفت بکنه حتی در عرصه بین الملل یا نه؟ لطفا نظراتتون رو راجع به این سوالات در قسمت کامنت ها بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا، نیوز تیوی و فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیو همون رو ببینید و لایک کنید و لطفا لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و فرانسه و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید. ممنون از همراهی همیشگیتون. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.